در یک کتابچه به نام گرد الماس به این جمله برخوردم: اگه با وجود همه دعاها و اشکهایتان خدا جواب شما را نداده و شما را در جایی تاریک قرار داده، شاید به خاطر اینه که او میدونه هنوز گنجهایی در آنجا وجود دارند که باید پیدا بشن. اونایی که در معدن کار کردن میدونن تاریکی مطلق یعنی چی. تا موقعی که نیروی الکتریسیته به معدن نرسیده باشه، معدنچیا کاملا وابسته به اون چراغی هستن که روی کلاه اونا نصب شده تا راه خودشون رو پیدا کنن. با این وجود در معدن سنگهای گرانبهایی مثل الماس و طلا و نقره وجود داره. به همین ترتیب در زندگی ما، در روزهای تاریک زندگیمون گنجهایی هستن که میتونیم پیدا کنیم. شاید شما در روزهای تاریک زندگی خودتون به سر میبرید. شاید به تازگی عزیزی رو از دست دادید یا بیمار شدید یا خسارت و ضرری مالی به شما وارد شده. من در زندگی خودم این روزهای تاریک رو تجربه کردم. در این روزهای سخت هم خدا گنجهای گرانبها برای ما داره. من این رو موقعی که به بیماری سختی دچار شده بودم امتحان کردم. سعی کردم که حتی در شرایطی که دست اونو در کار نمی دیدم به دنبال اون بگردم. چون کلام خدا در عبرانیان 11:6 میگه خداوند به جویندگان خود پاداش میده. فقط یه چیز به شما بگم: در هر شرایطی که هستید ناامید نشید. در تاریکی به دنبال گنجهای او بگردید، زیرا او گفته شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت، چون از صمیم قلب خواهان من بودید. کی میدونه چه گنجهایی در این روزهای تاریک زندگی خود در معدن خدا خواهید یافت. خدا به جویندگان خود مخصوصا در زمان مصیبت و سختی پاداش خواهد داد.